پارت اول، 4 تا فیلمی که باید دید به اضافه یه دونه فیلم کوتاه. هنوزم پتروسم و اینم انگشتم. سلام، خیلی مخلصیم بچه. قراره تو این روزای برف و بارونی و در واقع تو این روزای زمستونی خفنی که داریم بهتون 4 تا دونه فیلم به اضافه یه فیلم کوتاه معرفی کنم. این نکته رو باید بهتون بگم که همه این 5 تا فیلمی که قرار معرفی بشه خیلی وقت پیش، یعنی حدود 1.5 سال پیش توی کانال تک به تک معرفی شده، ولی مطمئنم که خیلیاتون چون جدید وارد کانال شدید اون ویدیوها رو ندیده بودید و از این به بعد قراره که تحت عنوان یه سری پکیج فیلم‌هایی که باید دید اونا رو بهتون معرفی کنم. بریم و بیاییم برنامه رو شروع کنیم. فیلم اول، بلفاست کنت برانا از سال 2021، یه درام بیوگرافی، 98 دقیقه فیلم با IMDb 7.3. انگار فیلمساز میدونسته که این فیلم کی باید ساخته و اکران بشه تا ایرانی جماعت باهاش حس نزدیکی کنه. تمام کاراکترهای فیلم فکر و ذهنشون درگیر رفتن از کشوریه که توش بزرگ شدن، اما با این قلب بی‌صاحب که میگه بمون و بجنگ باید چیکار کرد. همه اینا داستان این فیلمه، بلفاست. از دل یه روایت تلخ و غم‌انگیزم میشه به سینما یه فیلم سرخوش و سرزنده رسید. فقط لازمش یه فیلمنامه خوب و ذوق تو کارگردانیه. بلفاست کنت برانا رو ببینید، تا اینجای کار جلوتر از تمام کارهای 2021ه. خون من یکی رو که رقیب کرد. فیلم دوم، به خاطرش مردن گاس ون سنت، یه درام کمدی از سال 1995، 106 دقیقه فیلم با IMDb 6.8. اگه میخوای نیکول کیدمنو تو اوج زیبایی و خشونت ببینی، اگه دنبال جوونی های واکین فینیکس با یه بازی عجیب و غریب هستی، اگه عاشق کیسی افلک افسرده منچستر بایدسی هستی و فیلم متفاوت ازش ندیدی، و اگه میخوای ولع شهرت و سلبریتی بودن رو درک کنی، به هیچ وجه، تأکید میکنم به هیچ وجه، تو فوردای یا به اسم فارسی به خاطرش مردن، اثر جناب گاس ون سنت رو از دست نده. بهتون قول میدم دیگه تا آخر عمرتون حتی دلتون هم نخواد راجع به زندگی مجری هواشناسی چیزی بدونید. فیلم سوم، ورتیگو یا سرگیجه، 1985، از سلطان آلفرد هیچکاک. یه تریلر روانشناختی 128 دقیقه‌ای با IMDb 8.3. از حرکت روی چشم تا 1 دقیقه بعد که آقای هیچکاک بیاد. تبریک، شما دوچار سرگیجه شدید. نوآر، مهیج، روانشناسانه. شخصی ترین فیلم آلفرد بداخلاق از نظر خودش و تاپتن کلی منتقد خفن داخلی و خارجی. ترکیب یک کاراگاه بازنشسته و یه بلوندی که همه رو مجذوب خودش میکنه. دعوت میکنم شما رو به یه سفر هیجان انگیز با آقای جیمز استوارت و خانم کیم نوواک توی شهر مرموز به نام سان فرانسیسکو. فیلم چهارم، زن پرتغالی ریتا گومز، از سال 2018، تاریخی مذهبی 136 دقیقه‌ای با IMDb 6.5. شما رو به دیدن یه فیلم دعوت نمیکنم، شما رو به دیدن یک گالری نقاشی دعوت میکنم که نقاشی‌ها داستان رو جلو میبرن. زن پرتغالی یا یک زن از پرتغال. اگه مخاطب جدی سینما هستی، لذت دیدن این میزانسنای باشکوه از خودت نمیشه. ولی اگه تماشاگر جدی سینما نیستی، سراغ این فیلم نرو، چون احتمالاً به نظرت خسته کننده میاد. پس از پوست گرگی که تو کشتی، من یک کلاه میسازم برای خودت و یه شب که خوابیدی میام خونتو میمکم.
اگه بخوام توی یک کلمه توصیف کنم این فیلمو، چشم نواز و تمام. فیلم پنجم، فیلم کوتاه مرگ دیوید کراننبرگ، از خود دیوید کراننبرگ تو سال 2021، اونم یک درام روانشناختی فقط تو یک دقیقه. ۱۹۴۲، کانادا. دیوید کراننبرگ به دنیا میاد و تو سال 2020 فیلم مرگ خودشو میسازه. کسی که بزرگترین ترس خودش مرگه و تو این سینما خیلی عمرو ترسون، حالا بعد از 77 سال عمر با عزت، واقعی ترین تصویر رو از مرگ به رخ هممون میکشه. با ذهن سورئال دیوید، برو به فنا. بیست، اصلا بیا وقت تو علکی بگذرون، 59 ثانیه فیلم ببین، یک عمر درگیر شو. بریم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. حتما برام کامنت کنین که کدوم فیلمو دیده بودی و کدومو ندیده بودی، و مهمتر از اون، نظرت خیلی برام مهمه که بدونم کدوم از اجراهای پتروس رو دوست داشتی و سراغ کدوم فیلم میری برای دیدن. لایک و کامنت و ساب شما انرژی میده به من. و فراموش نکنید که حتی اگه یه روزی سرمون بره، خورده به تنمون پیروزی گره. تمام.